بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. انشاءالله که همه دوستان و شنوندگان عزیز ماست لباس عافیت بر تن داشته باشین و صحیح و صحتمند در کنار خانواده زندگی سپری کن. با توجه به اوضاع و احوالی که در دنیا در کشور ما و شما پیش آمده، همگی وضعیت زندگی ما متحول شده و همگی ما آنطور که برنامه ریزی کرده بودیم که در سال جدید موفق نشدیم که با اون برنامه ریزی های خود عمل کنیم. حالا ایو حال این سیستمی که از طرف پانتون جامعه پیش بینی شده، همین تدریس از راه دور هست که ما هم به تبع از دساتیر ریاست پانتون و کمیته آموزش الکترونیک دروس در خدمت شما هفتوار تا زمانی که وضعیت نرمال بشه ثبت میکنیم و خدمت شما ارائه میکنیم. انشاءالله که شما هم با استفاده از ایامی که در دسترس شما هست، با تایمی که شما داریم، با وقت فراغتی که داریم، بتونیم روزانه چندین و چند بار دروس رو گوش بدیم و انشاءالله به علم شما افزوده بشیم. درسی که ما که خدمت شما هستیم، درس دور که در عنوان هم مشخصه، درس اصول محاکمات مدنی دو هست. درس اصول محاکمات مدنی دو به ادامه درس اصول محاکمات مدنی یک هست. انشاءالله در جلوتر بریم مطالب دیگری اشاره میکنم تا با درس بیشتر آشنایی حاصل بکنیم. اهداف آموزشی درس اصول محاکمات مدنی دو، هدف اصلی از او شناخت و یادگیری روند رسیدگی به دعاوی و دلایل اثبات آن است. یعنی شما در درس اصول محاکمات مدنی دو قسمت هایی که از این روند رسیدگی باقی مانده فرا میگیریم که چگونه یک دعوا مدنی رسیدگی میشه و چه دلایل اثباتی وجود داره برای اثبات نمودن دعاوی. در مورد منبع اصلی ما، کتاب اصول محاکمات مدنی از آقای محمد ظریف علمستانکزی هست. منابع دیگر ما، ممد درسی ما هم کتاب اثبات و دلیل اثبات جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان هست. کتاب بسیار خوبی در زمینه ادله اثبات دعاوی هست، چون قسمت اعظمی از مطالبی که ما در درس اصول محاکمات مدنی دو بحث و بررسی میکنیم در مورد دلایل اثبات هست که ما به وسیله اونها دعاویر به سرانجام میرسانیم. در کنار دو تا منبع، کتاب سومی را مطرح میکنم به نام آیین دادرسی مدنی توسط دکتر عبدالله شمس که از بهترین کتاب ها در زمینه اصول محاکمات مدنی هست. دوستان و عزیزانی هم که علاقه من باشند که در مورد دعاوی و روند رسیدگی در حقوق خارجی یا در خاصتا در حقوق فرانسه اطلاعات به دست بیارن، میتونن به کتاب آیین دادرسی مدنی فراملی که توسط دکتر حسن محسنی ترجمه شده، دوستان به زود کتاب مراجعه بکنن. بسیار خوب. مواد لازمی که ما در این درس لازم داریم اینه که اولا کتاب رو دوستان تهیه بکنم و اگر امکاناتی هست، اگر امکاناتی نیست که میتونن تا زمانی که بازارها باز بشه و کتاب فروشها باز بشه کتاب رو تهیه کنم. لیکن در کنار اینا کتاب قانون اصول محاکمات مدنی هست که ابزار اصلی ما قانون اصول محاکمات مدنی است که حتما همه دوستان باید این کتاب، این قانون رو تهیه بکنن. اگر فعلا نمیتونن هارد این کتاب رو تهیه بکنن، میتونن سافت از اینترنت از سایت وزارت عدلیه کتاب رو دانلود بکنن. در کنار قانون اصول محاکمات مدنی، چون بخشی از بحثای ادله اثبات در قانون مدنی ما مطرح شده، دوستان باید کتاب قانون مدنی را هم داشته باشن.
برای برخی مسائل دیگری هم ما نیازمند قانون تشکیلات و صلاحیت قوه قضاییه هستیم که آخرین این قانون در سال 1396 در وبسایت هست، دوستان اون هم دانلود بکنن. علاوه بر اینها قانون طرز تحصیل حقوق را هم دوستان آماده بکنن، چون ما گهگداری برای برخی از مسائل و برخی از موضوعات به قانون طرز تحصیل حقوق هم مراجعه میکنیم. قانون طرز تحصیل حقوق آخرین نسخه آن که نافذ هست در تاریخ 1397 این قانون تصویب و توشیح شده از دوستان. انشاءالله سعی بکنم مواد لازمی که درس ما داریم حتما و حتما آماده بکنم، چرا که اگر مواد لازم مهیا نکنند ما هرچند هم که موضوعات رو توضیح بدیم به قانون تسلط پیدا نمی کنه. خب در هفته اول قرار داریم، دو تا عنوان اصلی داریم که آشنایی با موضوع درسه و عنوان دیگر ما تقسیم بندی انواع دعاویه. اهداف اساسی این درس ما و هفته اول ما اینه که مسلمان عزیز ما با درس مدنی دعا آشنا بشند و در خلال آشنایی در این جلسه انواع دعاوی بس و بررسی قرار می دهیم. پس عنوان اول ما آشنایی با موضوع درس هست و عنوان دوم ما تقسیم بندی دعاوی هست. خب شما در درس اصول محاکمات مدنی یک سری موضوعات مطالعه کردین و یک سری موضوعات فرا گرفتین که مهمترین بحثی که ما در درس اصول محاکمات مدنی یک داریم بحث تشکیلات محاکم و انواع صلاحیت ها هست که اساتید گرانقدر در درس اصول محاکمات مدنی یک قطعا بحث تشکیلات محاکم در نظام حقوقی افغانستان بحث و بررسی کردند و به تعقیب و بحث صلاحیت ها را مطرح کردن. اگر شما بحث صلاحیت ها بحث تشکیلات محاکم فرا نگرفته باشیم و به آن علمی نداشته باشیم، گفتن سایر موضوعات برای شما تا حدودی سنگین تمام خواهد شد. پس دوستان عزیز اگر بحث تشکیلات محاکم بحث صلاحیت های محاکم از ذهن شما رفته یا به یاد شما نیست، حتما و حتما قبل از این که به این ویدیوها گوش بدین، قبل از این که ما و شما درس اصول محاکمات مدنی دور بررسی بکنیم، لطفاً به مطالب قبلی مراجعه بکنیم. اگر کتاب آقای استانکزی خواندیم که حتما داریم در نظر خواهیم، اگر نخواندیم کتاب رو وقتی تهیه بکنیم، بحث رسیدگی، بحث تشکیلات محاکم، بحث صلاحیت ها جناب آقای استانکزی تقریبا توضیحات رو اینجا مطرح کردن. با این اوصاف ما دیگر راجع به تشکیلات محاکم به صورت اختصاصی و به صورت توضیح و تشریح نمی پردازیم، صرفا محاکمی که لازم داریم در درس اصول محاکمات مدنی بدون ها صرفا اشاره میکنیم. در درس اصول محاکمات مدنی دو داویر تقسیم بندی میکنه، یکی از بحثای بسیار مهم است از جنبه های گوناگون داویر تقسیم بندی میکنیم که انشاءالله عنوان دومی همین جلسه ما شما راجع به تقسیم بندی داوی است. موضوع دیگری که ما در درس اصول محاکمات مدنی دو قسمت اعظمی از مطالب ما به بستگی داره بحث روش های اثبات داوی است که یک دعوای مدنی چگونه و با چه روش های قابل اثبات هست، اینا رو با هم بحث میکنیم. به تعقیب از او راجع به ادله اثبات داوی پی میگیریم و با هم بررسی میکنیم که چه دلایلی برای اثبات دعاوی وجود داره و این دلایل آیا به صورت عمودی هستن و آیا به صورت افقی هستن و آیا کدام دلیل را ما میتوانیم به صورت دلایل اولیه مطرح بکنیم و کدام دلایل را به عنوان دلایل ثانویه مطرح بکنیم، یعنی اول کدام دلایل را باید برای اثبات یک دعوا بررسی بکنیم و او را شرح بدیم و ارائه بکنیم
دوستان یادشان باشد که برخی از بزرگوارا و جای ادله اثبات دعاوی ادله ثبوت دعاوی رو به کار میبرن که این دو واژه با هم کاملا متفاوت هست. انشاءالله وقتی که بحث مفهوم اثبات و ادله بحث کردیم انشاءالله فکر میکنم در هفته پنجم بشه انشاءالله به این موضوع میپردازیم که چه تفاوت هایی بین اثبات و ثبوت وجود داره. با این اوصاف بعد از اینکه بحث ادله اثبات دعوا رو با هم بحث کردیم میریم سراغ بحث صورت دعوا و اجزای آن. این بحث میکنیم که یک دعوایی چه یک صورت دعوا چه اجزایی را لازم داره تا یک تکمیل بشه، یک صورت دعوا چه عناصری داره. شما که به عنوان مدعی در دعوا قرار میگیریم، شما که در مقام مدعی اقامه دعوا میکنیم، برای ترتیب یک صورت دعوا چه مطالب و چه نکات و چه مباحثی باید مد نظر قرار بدیم تا اینکه از صورت دعوای شما قاضی که در موضوع شما جهل داره به علم برسه، به موضوع شما اشراف پیدا بکنه. صورت دعوا و تحریر آن یکی از مهمترین قسمت‌های دعاوی هست، چرا که شما به عنوان مدعی باید دعوایتان را خلاصه و مختصر و مفید مطرح بکنیم، در این حال که صورت دعوای شما باید اجزای از او کامل باشه و مختصر باشه، باید تمامی گفته های خودم در خلال از او صورت دعوا مطرح بکنه. وقتی که روش تحریر صورت دعوا و اجزای آن فرا گرفتیم، میریم سراغ دفاعیه و نکات قابل توجه در آن بحث میکنیم. یعنی چه نکاتی باید ما در دفاعیه فرا بگیریم و یاد بگیریم، چه نکاتی در یک دفاعیه مهم است، خصوصا در دفاعیه های مدنی. چون دعاوی مدنی بیشمار هستند، دعاوی مدنی تعدادشان بیشمار هست و با موضوعات متعددی ممکنه رخ بده، فلهازا دفاعی هم میتونه متفاوت باشه. یعنی جملاتی که شما در یک دفاعی هم به کار میبرید میتونه از دعای دیگر متفاوت باشه. با این اوصاف زمانی که شما در مقام مدعا علیه دعوا قرار میگیریم، زمانی که خوب توجه بکنه، زمانی که شما در مقام مدعا علیه دعوا قرار میگیریم، باید بلد باشین که چگونه دفاعیه ترتیب بدین. دفاعیه شما باید مبتنی بر صورت دعوای مدعی باشه. یعنی نکاتی که در صورت دعوا مطرح شده، شما در دفاعیه خود تمامی نکات رو چکار بکنیم، باید مورد توجه قرار بدیم و برای اینها دفاعی آماده بکنیم، تا اینکه قاضی دلایل شما و دفاعیات شما در آنچه که در دفاعی مطرح کردیم با هم بسنجه با صورت دعوایی که از جانب مدعی مطرح شده. به تعقیب این موضوع، ما و شما بحث دیگر و مهم دیگری که داریم بحث رسیدگی محاکم و صدور حکم است. اینکه در نظام حقوقی افغانستان محاکم به دعاوی چگونه رسیدگی میکنند، روند رسیدگی در محاکم مورد بررسی قرار میدیم و اینکه چه تصمیمات ممکن محاکم اتخاذ نمایند. ممکنه که یک دعوایی نیازمند رسیدگی ماهوی باشد، یک دعوای نیازمند رسیدگی شکلی باشد. ممکن است برای یک دعوای قراری صادر بشود، ممکن است برای یک دعوای فیصلهی صادر بشود. تمامی اینها را انشاءالله در بحث رسیدگی محاکم بحث میکنیم. وقتی حکم در نظام حقوقی ما به کار میره، معنای عام میداره، معنای قرار و فیصله است. قرار انشاءالله با هم بحث میکنیم که چه نوع قرارهای در نظام حقوقی ما وجود داره و فیصله چه زمانی ممکن در یک دعوایی صادر بشه. زمانی که روند رسیدگی در محاکم با هم بحث و بررسی کردیم و صدور حکم بحث کردیم، اگر انشاءالله فرصتی به دست بود و به دست آمد، انشاءالله راجع به تجدید نظر هم بحث میکنیم. در نظام حقوقی ما به تبع نظام حقوقی خارجی، گاهی وقتا یک دعوا علاوه بر محاکم ثلاثه مواردی ممکنه پیش بیایه که نیازمند رسیدگی مجدد باشه، که در نظام حقوقی ما به زور
تجدید نظر میگن. دوستان خوب توجه بکنه، بحث تجدید نظر در نظام حقوقی ما تا بعض تجدید نظر در نظام حقوقی ایران کاملا با هم متفاوت است، چون ممکنه دوستان کتاب هایی که مطرح کردم و بیان کردم رو مطالعه بکنن با واژه تجدید نظر بر بخورن. اگر در کتاب هایی که در نظام حقوق ایران نوشته شده شما با واژه تجدید نظر برخورد کردین، دوستان عزیز یاد شما باشه که واژه تجدید نظر در نظام حقوق ایران معادل استیناف خواهی در نظام حقوقی ما هست و بحث تجدید نظر در نظام حقوقی ما معادل بحث اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران است، چون هر نظام حقوقی از واژه های استفاده کردن با واژه های یکسان ولی دارای معانی متفاوت. انشاءالله که خودم به ما شما توفیق بده که بحث ادله اثبات دعاویر با بحث صورت دعوا، بحث دفاعی و نکات قابل توجه در آن و بحث روند رسیدگی محاکمه به خوبی یاد بگیریم و پیگیری بکنیم. بسیار خوب، عنوان اصلی و اولی ما راجع به تقسیم بندی دعاوی بود، همانطور که برای شما مطرح کردم و گفتم. دوستان عزیز، ما در یک تقسیم بندی کلی، در یک تقسیم بندی ماهیتی، ما اولین تقسیم بندی که داریم دعاوی به دو گروه تقسیم میکنیم، یعنی گروه اول دعاوی حقوقی و گروه دوم دعاوی جزایی. دعاوی حقوقی به دعاوی خطاب می شود که از حیث ماهیت در امور مدنی و یا تجاری و زیر مجموع این دو شاخه باشد، یعنی دعوایی که در بحث اموال بود، در بحث تجارت بود، در بحث اشخاص بود، این دعاوی ما میگیم دعاوی دارای ماهیت حقوقی هستند. این دعاوی در دیوانهای مدنی و دیوان تجارتی و دیوان حوال شخصی به طور عموم مورد بررسی رسیدگی قرار می گیرند. در مقابل یک سری دعاوی ما داریم که اینها دارای ماهیت کیفری و جزایی هست، یعنی اشخاصی که مرتکب جرم بشوند، مرتکب تخلفات جزایی بشوند، با اون دعاوی میگوین دعاوی جزایی و کیفری. به طور عموم دیوان جزا، دیوان امنیت عامه و دیوان جرایم بین دست از دعاوی رسیدگی میماید. حالا دعاوی جزایی هم در بین خود تقسیم بندی هایی دارن که در دست اصول محاکمات جزایی اساتید انشاءالله خدمت شما مطرح میکنن. ما وقتی تقسیم بندی از دعاوی مطرح میکنیم، منظور ما تقسیم بندی دعاوی مدنی هست، تقسیم بندی که در امور مدنی صورت گرفته است، چرا که موضوعات مدنی ممکن است از جوانب متعدد دارای موضوعات متعدد باشه. اینک تقسیم بندی که ما در ادامه مطرح میکنیم، منظور ما تقسیم بندی دعاوی مدنی هست، دعاوی که دارای ماهیت مدنی یا دارای ماهیت هستن که مربوط به موضوعات مدنی میشه. یعنی تخلفاتی که در قانون مدنی ممکنه صورت گرفته باشد، کسی که برخلاف احکامی که در قانون مدنی ما و شما داریم عمل کنه، اون دعاوی ذاتن میشن دعاوی مدنی. قوانین دیگری هم ما داریم که تخلف از اونها، اگر کسی انجام بده